سلام دوستان، امروز یک مقاله رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما موضوع مقاله امروز به این میپردازه که اولین قوم‌ها یا قبیله‌هایی از انسان‌ها که برای کره زمین زندگی میکردن و یک جورایی شروع کردن به استفاده از اسب‌ها واسه جابجایی کدوم قوم و یا قبیله‌ها بودن. خب این مقاله بر اساس یک سری کشفیات جدید میخواد به این موضوع بپردازه و تعیین کنه که کدوم قوم و قبیله از اسب‌ها واسه جابجایی جایی استفاده میکردن. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما در ابتدا مقاله این رو بیان میکنه که 5 تا از اسکلت هایی که حاصل از حفاری های باستان شناسی بودن و کشف شده بودن و مربوط میشدن به بازه های زمانی حدود 3000 تا 2500 سال قبل از میلاد، یک سری نشون های خیلی واضحی رو نشون میدادن که نشون میده اون افراد از اسب ها استفاده میکردن واسه سواری گرفتن و یک جورای جابجا شدن. خب این اولین نشونه هایی هست که ما کشف کردیم که کدوم قوم و یا قبیله به صورت قطعی داشتن استفاده میکردن از اسب ها. خب این رو هم باید اشاره کنیم که این اسکلت ها مربوط به یک قوم و یا قبیله بوده به نام یامنایه ها، اگر درست تلفظ کنم. خب تا اینجا یامنایه ها قدیمی ترین قوم یا قبیله هایی بودند که از اسب ها استفاده میکردن. و اما اگر بخوایم یک سری توضیحات مختصر در مورد این قوم و قبیله هم بدیم، باید این رو بیان کنیم که یامنایه ها یک مهاجرت خیلی بزرگ رو تقریبا از 5000 سال پیش شروع کرده بودند. خب این مهاجرت بزرگ یک سری تغییرات خیلی عمده رو در زبانهای هندی و اروپایی ایجاد کرده و یک جورای اون ژنتیک این مناطقی که این قوم و قبیله درش داشتن مهاجرت میکردن رو یک جورای تغییر داده بوده و این مهاجرت چیزی حدود 4500 کیلومتر بین مجارستان و مغولستان امروزی طول داشته و چیزی که دانشمندها گمان میکنن این هست که این مهاجرت بزرگ طی چند قرن اتفاق افتاده. و در اینجا بعد به این نکته هم اشاره کنیم که یامنایه ها یک قوم و قبیله کوچک و بی اهمیت نبودن در تاریخ اوراسیا و یک جورای این مهاجرتشون و این قوم و قبیله یک جورای تاریخ اوراسیا رو تغییرات خیلی بزرگی دادن. و اما در اینجا مقاله این رو بیان میکنه که اهلی کردن اسب ها احتمالاً از 3500 سال قبل از میلاد شروع شده بوده و دلیلش هم این هست که اسب ها شیر و گوشت تولید میکردن و انسان ها میتونستن از این محصولات استفاده کنن. خب برخی از محققان بر این باور بودند که مردم بوتای قزاقستان امروزی یک جورای شروع به استفاده از اسب ها کرده بودند. اما چیزی که وجود داشت این هست که دلایل و شواهد روشنی وجود نداشته که بتونن اون رو اثبات کنن. و اما به عنوان نکته دوم مقاله این رو بیان میکنه که تصاویر حکاکی شده بر روی سنگ ها تقریبا از 2000 سال قبل از میلاد هم شروع شدن که نشون میده انسان ها به صورت گسترده اسب سواری میکردن. پس ما در یک بازه بین 3500 سال قبل از میلاد تا 2000 سال قبل از میلاد شواهدی رو داریم که انسان ها دیگه از اسب ها استفاده میکردن و این اهلی کردن اسب ها باید در این بازه ها اتفاق افتاده باشه. اما چیزی که وجود داره این هست که ما هنوز کشف نکرده بودیم که کدوم قوم و قبیله اولین بار اسب ها رو اهلی کرده بودن و یک جورای اسب سواری رو به وجود آوردن. و اما مقاله در اینجا به این نکته اشاره میکنه که این محققهایی که این مقاله را انجام دادن به دنبال مدرکی نبودن که نشون بده کدوم قوم و قبیله اولین بار اسب سواری کردن. اونها به دنبال یک سری پروژه‌های خیلی بزرگتری بودن و اون پروژه این بوده که تأثیر یامنایه ها بر اروپای ما قبل تاریخ چه بوده، اون مهاجرتشون چه تأثیری بر فرهنگ و زبان این مناطق انجام داده. و اما این محققها طی اون حفاری‌هایی که انجام داده بودن 200 اسکلت انسانی رو از کشورهای مثل رومانی، بلغارستان و مجارستان کشف کرده بودند. اما در یکی از این اسکلت‌ها یکی از دانشمندها این رو کشف می‌کنه که در این اسکلت‌ها یک سری شواهد واضح وجود داره که در اسکلت‌های قبلی هم داشته یک جورایی تکرار می‌شده. خب اولین چیزی که این محقق‌ها بهش مشکوک بودن این هست که این اسکلت ها شواهدی رو دارن که نشون میده اونها از اسب سواری استفاده میکردن و یک جوره اسب سواری میکردن این انسان ها. در ادامه یکی از محقق ها این رو بیان میکنه که تمام اسکلت ها یک سری ویژگی هایی رو داشتن که نشونه های فیزیکی اسب سواری هست و به عنوان سندروم اسب سواری شناخته میشه. این علائم شامل علائمی میشه که بر روی لگن و استخوان ران اثر میذاره. خب این هم به دلیل اون استرس ها و فشارهایی هست
که اسب سوار زمانی که بر روی اسب سوار میشه بر روی پاها و لگن خودش تحمل میکنه و این فشارها باعث میشه که اون استخوان لگن و ران اسب سوار یک جورایی بازتر بشه. از طرفی هم یک سری استخوان‌ها در بدن این افراد دچار آسیب دیدگی میشه که این اثرات بر روی استخوان‌ها باقی میمونن. خب این علائم و نشانه‌های پرتکراری بوده که در این 200 تا استخوان کشف شده مشاهده میکردن این دانشمندها و نشونه‌های از اسب سواری این انسان‌ها داشت. خب 5 تا از این اسکلت‌هایی که کشف شده بوده شواهدی رو نشون میداده که به صورت قطع میتونیم بگیم که اون فرد اسب سواری میکرده به صورت مکرر و اما 9 فرد دیگه دارای نشانه‌هایی بودن که ما به صورت قطعی نمیتونیم بگیم که اسب سواری میکردن، اما احتمالاً در طی زندگیشون این کار رو انجام میدادن. و اما در اینجای مقاله نقل قول میکنه از 2 تا از زیست شناسایی که در این تحقیقات نقشی نداشتن. اولین زیست شناس این رو بیان میکنه که این نظریه استفاده یامنایه‌ها از اسب‌ها و یک جوره اسب سواری کردنشون یک نظریه کاملا منطقی هست، چرا که این قوم و قبیله به اسب‌ها نزدیک بودن، پس خیلی منطقی هست که از اسب‌ها استفاده کنن و این اسب سواری رو تجربه کنن. و اما باستان شناس دوم هم در مورد این مقاله و این نتایج این نظر رو داره که نتایج این تحقیقات نباید اینجوری ترجمه بشه که یامنایه‌ها اون مهارت اسب سواری رو ارتقا دادن و یک جورای شکوفا کردن و به حد نهایی خودش رسوندن. نتایج این تحقیقات فقط داره این رو نشون میده که یامنایه‌ها اسب سواری می‌کردن. پس ما باید یک جورای جلوگیری کنیم از بد ترجمه شدن نتایج این تحقیقات، چرا که ما امروزه هم همینطور در حال ارتقا این مهارت هستیم و یک جورای مهارت اهلی سازی حیوانات هر روزه داره ارتقا پیدا میکنه توسط انسان‌های حتی امروزی. پس در نهایت قوم و قبیله‌ای وجود نداره که این مهارت رو و این اهلی سازی حیوانات رو به حد نهایی خودش رسونده باشه و نباید این نتایج رو بد ترجمه کنیم. خب دوستان، این مقاله‌ای بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.